مقایسه موتورهای رمجت و اسکرومجت، مشخصات، تفاوت‌ها و هر آنچه باید دونست. در برخی از جت‌ها و هواپیماها از موتورهای رمجت و اسکرومجت استفاده شده که توی این ویدیو می‌خوایم به بررسی و مقایسه اونها بپردازیم. موتور جت به موتوری گفته میشه که توانایی به حرکت در آوردن هواپیما رو از طریق بیرون راندن یک سیال به سمت عقب که معمولاً گاز داغ اگزوزه داره. اکثر موتورهای جت مدرن در دید عموم با عنوان توربین گاز یا ژنراتور گاز شناخته میشن. در واقع موتورهای مورد بحث برای تبدیل انرژی تولید شده از احتراق سوخت هیدروکربنی در دما و فشار بالا به کار میرن. این نوع قوای محرکه انرژی حاصل رو برای جلو روندن هواپیما استفاده میکنن. اما همه هواپیماها به چنین موتورهای مجهز نیستن، چون که شاهد استفاده از موتورهای رمجت و اسکرومجت نیز هستیم که روش‌های متفاوتی برای تولید انرژی و حرکت هواپیما استفاده می‌کنند. برخی موتورهای رمجت و اسکرومجت حتی می‌تونن از سرعت صوت پیشی بگیرن تا هواپیما بتونه سریع‌تر از سرعت صوت حرکت کنه. موتور رمجت. موتورهای رمجت به گونه‌ای طراحی شدن که قطعه متحرک نداشته باشن. این نوع موتورها فاقد توربین گاز سنتی موجود در موتورهای جت مدرن هستند و به جای اون از فشار هوای قابل توجهی که در سرعت مافوق صوتی ایجاد میشه برای حرکت دادن هواپیما استفاده میکنند. موتورهای رمجت ساختار ساده و وزن کمی دارن و برای پروازهای مافوق صوت تولید شدن. این موتورها مقادیر زیادی هوا رو از طریق ورودی های ویژه به کار میگیرن تا هواپیما رو به جلو حرکت کنه. سرعت هوا پس از ورود کاهش پیدا میکنه، اما فشار دینامیکی به فشار استاتیک زیاد تبدیل میشه. مخلوط سوخت به هوا میسوزه و در خروجی نیز هوا فشار بسیار بیشتری نسبت به حالت آزاد داره. البته موتورهای رمجت در عمل تفاوت زیادی با موتورهای توربینی استاندارد دارن. از اونجایی که خبری از کمپرسور یا توربین نیست، بنابراین موتور رمجت راهی برای بجز حرکت رو به جلو نداره. در موتور جت استاندارد توربین هوا رو به داخل میکشه تا مخلوط سوخت به هوا ایجاد و مشتعل بشه. اما بدون وجود توربین رمجت نیازمند حرکت رو به جلوی مداوم و پرسرعت به منظور ایجاد مخلوط سوخت و هوا و احتراق اون خواهد بود. موتور رمجت در سکون به درد نمیخوره، یعنی در حالت ایستاده به درد نمیخوره و برای عملکرد صحیح باید سرعت هواپیما به حداقل 3 ماخ برسه. موتور اسکرومجت. اسکرومجت یا موتور رمجت احتراق مافوق صوت، موتوری با یک نوآوری جدید روی رمجته که محفظه احتراق داخلی اون برای حذف قله های شوک تغییر کرده. در موتور رمجت استاندارد سرعت هوای ورودی به موتور به خاطر مخروط‌های شوک کاهش پیدا می‌کنه. در این حالت مسیر عبور عرض کمتری داشته تا فشار هوای لازم تامین بشه و در این حال سرعت جت نیز افزایش پیدا کنه. اما موتورهای اسکرومجت از موج‌های شوک تولید شده توسط منبع جرقه موتور استفاده می‌کنن تا سرعت هوای ورودی رو کاهش بدن. همچنین موتورهای اسکرومجت میتونن فرایند احتراق رو در سرعت‌های مافوق صوت انجام بدن، در حالی که موتور رمجت باید سرعت هوای ورودی رو کاهش بده تا به سرعت مافوق صوت دست پیدا کنه. این تغییر باعث شده موتورهای اسکرومجت در سرعت‌های بالاتری کار کنند. اسکرومجت‌ها در واقع توانایی کار کرد در سرعت 6 ماخ و بالاتر رو دارن و در برخی تست ها با استفاده از موتور تونستن به سرعت کروز 10 ماخ دست پیدا کنن. البته مثل موتورهای رمجت عادی، این موتورهای اسکرومجت نیازمند سرعت بالا هستن تا فعال بشن. برای تست اسکرومجت هواپیما باید توسط یک هواپیمای دیگه به ارتفاع لازم رسونده بشه و سپس یک موتور دیگه برای سرعت بخشیدن هواپیمای تست فعال باشه تا زمینه جهت به کارگیری موتور اسکرومجت فراهم بشه. و اما موارد استفاده از موتورهای رمجت و اسکرومجت چیه؟ در حال حاضر موارد استفاده از این موتورها کمی محدود بوده و اصلی‌ترین کاربرد اونها در بخش نظامی
و به ویژه موشک هایی همچون موشک برهماسه. استفاده از موتور رمجت روی موشک به اون اجازه میده تا سریعتر حرکت کرده و به هدف اصابت کنه. رمجت ها و اسکرمجت ها همچنین میتونن در وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین و پرسرعت نظامی به کار برن. همچنین کاربرد های آزمایشی از این موتورها در کاوش های فضایی نیز وجود داره. استفاده از موتورهای مورد بست در حمل و نقل هوایی میتونه به طور قابل توجهی پروازهای مافوق صوت تجاری رو تغییر بده. تنها هواپیمای تجاری مافوق صوتی که البته بازنشسته هم شده کنکورد بود. این هواپیما بیش از 2 دهه پیش راهی موزه شد. کنکورد در اون دوران از موتورهای توربوجت استفاده میکرد، اما شاید در پروژه آتی از رمجت ها یا اسکرمجت ها در هواپیماهای مسافربری استفاده بشه. این موتورها میتونن در بخش غیر نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین همچون نمونه های تحویل کالا به کار برن. پس فهمیدیم که موتور رمجت موتوریه که کمپرسور و توربین نداره و فقط شامل پخش کننده، اتاق احتراق و شیپور خروجیه. در حالت سکون نمیتونه به کار بیفته چون که نیاز به هوای فشرده داره و در سرعت مشخصی کار میکنه. بنابراین به عنوان موتور دوم مورد استفاده قرار میگیره. جالبه که بدونید گاز خروجی دمایی در حدود 4000 درجه داره. و همینطور فهمیدیم که موتور اسکرمجت دارای طرز کاری بسیار شبیه رمجته. در این موتورها احتراق در حالتی صورت میگیره که سرعت اولیه 2 تا 4 ماخه. به دلیل سرعت بالای هوای ورودی به موتور، سوخت باید در حدود 1000 ثانیه پاشیده شده و مشتعل بشه تا امواج مخرب ضربه ایجاد نشه. اولین هواپیمایی که از موتور اسکرمجت استفاده کرد هواپیمای X-43 بود. برخی موتورهای رمجت و اسکرمجت حتی میتونن از سرعت صوت پیشی بگیرن تا هواپیما بتونه سریعتر از سرعت صوت حرکت کنه. موتورهای رمجت از فشار هوای قابل توجهی که در سرعت مافوق صوتی ایجاد میشه برای حرکت دادن هواپیما استفاده میکنن. موتورهای رمجت ساختار ساده و وزن کمی دارن و برای پروازهای مافوق صوت تولید شدن. موتور رمجت در حالت ایستاده به درد نمیخوره و برای عملکرد صحیح باید سرعت هواپیما به حداقل 3 ماخ برسه. ممنونم که تا انتهای این برنامه همراه من بودید. اگر به این ویدیو علاقه داشتید لطفاً ما رو 1 لایک مهمون کنید.